تکنولوژی همیشه نقش تعیین کننده‌ای بر تحولات و شکل‌گیری معماری هر دوره داشته و حالا ابزارهای پیشرفته در طراحی دیجیتال به شکل‌گیری معماری‌های جدید و تصور ما از آینده کمک می‌کنند. نمونه این معماری رو میشه در یک بنای به خصوص دید موزه آینده در دوبی موزه ای که برای به تصویر کشیدن آینده ساخته شده و خب طبق معمول جهان اعراب دلشون میخواد با به خدمت گرفتن تکنولوژی کل دنیا بهترین و برترین ساخته های بشر رو در سرزمین خودشون برپا کنن این بنای معماری که ساختار کلی منحنی و چنبری شکل داره مجموعی از مراکز فناوری و استودیوهای طراحی رو در دل خودش جای داده که در نوع خودش یک شگفتی به حساب میاد نمای منحنی و پویا که با هنر خوشنویسی به عنوان یک الگو برای باف ترکیب شده تا ایده برای به کشیدن ادعای همخانی فرهنگ و سنت اعراب با آینده باشه اما بیایید حالا به این بپردازیم که چه تکنولوژی هایی در معماری و ساخت به خدمت گرفته میشن تا این نوع از ساختمان های آینده رو شکل بدن تکنولوژی شماره یک مدلسازی سازی اطلاعات ساختمان یا همون BIM بیم یکی از اصلیترین و بزرگترین اتفاقاتیه که پشتوانش انقلاب دیجیتال در معماریه که اجازه میده معماران مکانها و مناظر واقعی سایت و بستر طراحی رو به داخل نرم افزار بیارن و اطلاعات کامل پروژه رو بر حسب نیاز با دقت و جزئیات بالا به شکل واقعی ورود بدن و در هر فاز پروژه از شکل گیری ایده کانسپت گرفته تا مرحله ساخت بهره برداری توسعه آتی و حتی تخریب و چگونگی مرگ ساختمان رو با همکاران و مهندسان دیسیپلین های دیگه در طول پروژه به اشتراک بذارن. این یک فرصت عالی برای مشارکت افراد متخصص و خبره از تمامی حوزه هاست تا در قالب یک پروژه بتونن آخرین تحولات و تغییرات رو در بستر بی آی پیاده سازی و به روز رسانی کنن. و تداخلات و مشکلات احتمالی رو حل و فصل کنن ابزارهایی همچون آتودسک بیم 360 و آتودسک بیلد به معماران اجازه میده تا نقشه ها رو از طریق شبیه سازی های متعدد و آزمایش سناری های مختلف به صورت واقعی در فضای مجازی پیاده سازی کنند. تکنولوژی شماره دو دیجیتال توینز و بیگ دیتا اگر بخوایم یک قدم از بین فراتر بریم زمانی که میخوایم از چیزی که هست وجود داره و یا در حال ساخته به صورت زنده بازخورد بگیریم و با تغییراتی که اعمال میکنیم نتایج رو بررسی و حتی بهترین حالت رو برای منظوری که میخوایم در نظر بگیریم این چطور میسر میشه امروزه از یک الگوی دیجیتالی یا به زبان ساده تر از یک مدل کاملا مشابه به ساختار موجود به عنوان یک کپی دیجیتالی پویا استفاده میکنند تا با حسگرها و سنسورهایی که تعبیه کردن نتایج رو در زمان تغییرات به صورت زنده سنجش و ارزیابی کنند این نسخه دیجیتالی با استفاده از حسگرها و سنسورهای پنهانی که داره امکاناتی نظیر اندازهگیری تاثیر تغییرات طراحی در گذینه های مختلف نوسازی و یا بهینهسازی مصرف انرژی و یا بازگری در سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان رو برای ما فراهم میکنه حجم وسیع از داده هایی که توسط دیجیتال توین ها تجزیه و تحلیل میشه میتونه به طراحی ساختمان های آینده و همچنین شهرهای هوشمند کمک زیادی بکنه و تأثیرش در بهبود بهره‌وری و کارایی در خور توجهه این همون بیگ دیتا یا اطلاعات عظیم و گسترده که به کمک دوقلوهای دیجیتالی به دست میاد تکنولوژی شماره 3 هوش مصنوعی این روزا بحث هوش مصنوعی در تمامی حوزه ها بسیار داغه چی میشه اگه کامپیوتر بتونه به هر سوال طراحی پاسخ بده؟ پایدارترین و بهترین روش برای طراحی چیه؟ بهترین چیدمان داخلی بر اساس هزاران طرح قبلی چی میتونه باشه؟ مناسبترین قیمت یا بهترین پیشنهاد برای مسائل ساختمانی رو شاید بشه از هوش مصنوعی پرسید و یک مشاوره خوب گرفت. به لطف پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی AI و ماشین لرنینگ حالا معماران و مهندسان میتونن داده های بزرگ رو بگیرن و در حداقل زمان به صورت دقیق و بدون آزمون و خطا راه حل های طراحی کارآمد رو پیدا کنند. مدل های هوشی قدرتمندی که میتونن بذر یک ایده رو خلق کنن و فرصت های بیشماری رو ایجاد کنن. از افزایش تراکم فضای سبز گرفته تا بهرهوری انرژی در سایت های ساخت و ساز که در اون سفارش مساله دقت نقشه ها و مسائل ایمنی میتونن به صورت خودکار توسط هوش مصنوعی نظارت بشن هوش مصنوعی همچنین میتونه برای انتخاب بهترین سایت برای پروژه های ساختمانی به کمک ما بیاد و هفته ها یا شاید ماه زمان رو برای تحقیق و بررسی سیف بکن. کنه. تکنولوژی شماره 4 AR VR و XR با فناوری AR یا همان واقعیت افزوده میتونیم تصاویر دیجیتالی رو بر روی تصاویر در دنیای واقعی بندازیم و این به معماران و مهندسان و حتی تکنسین های ساختمان کمک میکنه تا بتونن نقشه ها و یا مدل های تغییر رو مستقیما در خود سایت واقعی پروژه ببینن همچنین میشه از AR برای انجام نظارت و یا آموزش کارگران و تکنیسین ها برای مواردی بخصوص و یا استفاده از ابزاری خاص استفاده کرد. با استفاده از وی آر یا همون واقعیت مجازی طراحان و معماران میتونن کارفرما رو به محل طراحی شده در دنیای دیجیتال ببرند و از دید ناظر ادراک فضا و مکان رو برای هر مخاطبی به صورت مجازی ممکن کنند. XR یا همون Extended Reality یا واقعیت گسترده میشه گفت اصطلاح و یا مفهومی شامل و در برگیرنده VR، AR و حتی MR واقعیت ترکیبیه که در اون امکان همکاری تغییر و ارتباط رو داریم. تکنولوژی شماره 5 طراحی زایان طراحی مولد یا جنراتیو دیزاین اگر تاریخ و معماری هر دوران رو بررسی کنیم متوجه میشیم که اغلب تغییر در سبک و یا تکنولوژی زمین ساز و ایجاد کننده تحول و تکامل در معماری بوده اما در عصر حاضر اوضاع فرق میکنه دوران بی سبکی یا شاید بهتره بگیم بی شمار سبکی به همراه انقلاب در زمینه دیجیتال و قدرت پردازش کامپیوتر ما رو به این سم میبره که دیگه نمیشه گفت برای داشتن سبک و یا تحولی جدید نیاز به گذشت زمان داریم و هر بنا، طرح و یا ساختمان معماری برای خودش میتونه تحول، سبک و یا انقلاب جدیدی رو داشته باشه حالا با روی کار اومدن جنریتیو دیزاین کار طراحی در واقع مثل تکامل عمل میکنه اما بسیار سریعتر معماران و طراحان میتونن از طراحی مولد برای دستیابی به سریعترین راه حل ها و تکرار پی در پی اونا برای پیدا کردن بهترین و مناسبترین ترین راه استفاده کنند این هم آفرینی میتونه قابلیت های مهندسی رو تا حد امکان گسترش بده و ایده ها رو به سرعت میتونه پیاده سازی کنه هندسه و اشکال میتونن به بهترین وجه بهینه سازی بشن و میتونیم ساختمان ها و نماهای خلاقانه و فریبنده رو مثل معماری زاها حدید بیشتر از گذشته در عصر حاضر و آینده ببینیم تکنولوژی شماره 6 چاپگرهای سبودی امکان تجسم و مهندسی فرمهای پیچیده فرایند طراحی رو به شدت تغییر داده و حالا برای تحقق این طرحها در دنیای واقعی نیاز به فناوریهایی همچون 3D پرینت داریم تا بتونیم اونا رو بسازیم پیشرفت در جوشکاری به کمک کامپیوتر، کامپیوتر Aided Welding تولید مساله افسودنی و تلفیق این دو نسل جدید ماشین ها و بازوهای روباتیک رو برای چاپ ساختمون ها فراهم کرده. حالا میتونیم خونه ای رو به صورت لایه بلایه با تزریق بتون به همراه بازشوهای اون چاپ کنیم. هزینه و ضایعات کمتر، ساخت سریعتر و حتی ایمنتر. تکنولوژی شماره هفت اینترنت اشیا مجموعه در حال توسعه حسگرها، کنترلها و ابزارهای اندازه‌گیری منجر به شکل دادن نوع جدیدی از عملکردهای ساختمانی شدن این مجموعه از دیوایس‌های هوشمند به عنوان اینترنت اشیا (IoT) آی طبقه بندی می‌شوند. ابزارهای اندازه‌گیری بهره‌وری انرژی و رهگیری انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توانند پایداری ساختمانها به خصوص ساختمان‌های اداری را افزایش بدن هوشمندسازی و سیستم های کنترلی کل ساختمان به طور چشمگیری مصرف انرژی رو کاهش میدن و حتی میتونن به ما بگن چطور از فضا داره استفاده میشه و چطور میشه بهینه ترش کرد. تکنولوژی شماره 8 رایانش ابری یا کلود کامپیوتینگ تحول در ذخیره سازی داده ها نحوه دسترسی معماران به داده ها رو هم دستخوش تغییر قرار داده انبشت و پردازش داده ها از راه دور از طریق فضای ابری به کمک فناوری رایانش ابری به این معنیه که طرحها دیجیتال توین ها و پلتفرم های اشتراکی و همچنین شبیه سازی ها میتونن به عنوان میزبان یا هاست به اشتراک گذاشته بشن که این باعث میشه تیمهای طراحی متعدد برای توسعه و یا بازبینی به راحتی بتونن به تمامی اطلاعات به صورت آنلاین و همزمان دسترسی داشته باشن این داده های مشترک میتونه به تیمها کمک کنه تا خطرات آب و هوایی سایت پروژه رو تجزیه و تحلیل کنن و افراد ناظر و عامل در عملیات ساختمانی با استودیوهای طراحی در ارتباط ثبات مستقیم و پیوسته قرار بگیرند تکنولوژی شماره 9 روباتیک باید قدرت و دقت ساخت در حد میلیمتر و یا کمتر از اون باشه تا بشه طرحهای بسیار حساس، خاص و پیشرفته رو پیاده سازی کنیم. روباتها ها میتونن ساخت مدل ها رو بسیار سریعتر، دقیق تر از انسان انجام بدن. این فناوری برای ساخت و ساز در شرایطی که برای انسان دشوار یا ناممکنه میتونه گزینه خوبی باشه. همچنین میتونه در آینده برای ساخت سکونتگاه در سیاره دیگه که امکان کار نیروی انسانی وجود نداره مورد استفاده قرار بگیره تکنولوژی شماره ده مواد و مصالح ساختمانی جدید داشتن ابزارهای جدید برای بررسی جز به جز داده ها کشف و آزمایش مواد پایدار رو راحت تر کرده مصالحی همچون فولاد سبز به جاذب کربن و سازه های چوبی بزرگ یا همون مستیمبرها از جمله این مواد هستند. امروزه نظیر این مساله با سرعت و قدرت محاسباتی پیشرفته طراحی و آزمایش میشن تا در آینده ساختمان هایی با تولید کربن کمتر و پایدارتر در دسترس آیندگان قرار بگیره اگر علاقه من به آخرین تکنولوژی های روز در زمینه معماری و ساختمان هستید حتما کانال مستر پویان رو دنبال کنید تا یه ویدیوی دیگه بدرود